بعد نگاه بکنیم ببین چی شد دیگه. خب من عذر میخوام خدمت شما بینندگان عزیز از وقفه‌ای که به وجود آمد. ما 18 دقیقه دیگه فرصت داشتیم که بخوایم برنامه رو ادامه بدیم، اما نمیدونم چرا لایو ما یه قطع شد. ببینم فرشاد، آره درود بر تو پیمان جان. درود. من نمیدونم چرا قطع شد، دلیلشو نمیدونم. نمیدونم، من فکر میکنم شاید تحت ریپورت بود، نمیدونم، احتمال داره زده باشم لایو. دیگه رژیم جنایتکار آخوندی این روزها هر کاری که خواسته. میدونی که ما قبلا تو اون کانالی که 180 هزار تا بود اونجا برنامه رو اجرا میکردیم، ما رو زدن اونجا، علی‌رغم اینکه ما هیچ برنامه‌ای هم اونجا نداشتیم، مثلا نه حرفی می‌زدیم نه هیچی، ولی ما رو ریپورت کردن. اومدیم اینجا، اشکالی نداره اینجا ما رو بزنن، میریم کانال سوممون. ما که دیگه از رو که نمی‌ریم. امشب هم دیدن که دو تا گیلانی‌ها خوردن به تور هم. آره خداییش هم بچه‌ها خوب داشتن حمایت می‌کردن. حالا اگر اجازه بدی ما بریم ادامه برنامه رو داشته باشیم. بله. ما می‌خواستم امشب در مورد یه موضوع بسیار جالب هم با شما هم با بینندگان عزیز صحبت بکنم. من یه بار دیگه تشکر میکنم از دوست عزیز و گرامی جناب آقای فرشاد آشوری که امشب به ما افتخار دادن، تشریف آوردن تو برنامه. خب قسمت اول رو با موضوعات مختلف ما خلاصه پیگیری کردیم و یه جنبندی هم شد. حالا اونجا به نظر من جای خوبی قطع شد، اشکالی نداره. حالا میخوایم تو قسمت دوم داستان آقای فرشاد عزیز، یک اتفاق بسیار جالبی رخ داده که خبرش به دست ما رسیده، یه ذره اینو بریم حالا هوای طنزش بکنیم. علی خامنه ای، منو یاد یه همسایه مادر بزرگم تو اون روستای سومه سرا میندازه. اینا یه دونه دختر ترشیده داشتن، البته الان چون دیگه روحشون شاد همه فوت شدن و اینا، الان هم کسی بر اینا خبر نمیبره بگه ای این پدر سوخته داره در مورد من حرف بد میزنه، دیگه الان نیستن، من دارم این رو میگم. اینها یه دختری داشتن، این دختر ترشیده بود، یعنی دختری نبود، برای خودش یه تانک نفروری بود اصلا. آقا اینا هر خواستگاهی می آمد از این ور اون ور 6 کیلومتری طرف رو می دید، وقتی می آمد دوام زمین می لرزید، یه ایولایی بود برای خودش و اینا. هر خواستگاری می آمد ندیده می پسندید، وقتی طرف رو می دید فرار می کرد، گل و شیرینی رو می زاشت و فرار می کرد. یعنی یه جوری بود که واقعا قابل پسند آقایان تازه دامادها یا پسرها نبود. الان این علی خامنه ای داستان مشتباش این شده، خودش که دیگه رفتنیه و واقعا هم میدونه که دیگه اوضاع و احوال مملکت و اوضاع و احوال حکومت هم کاملا به هم ریخته است، میخواد این دم آخری هر طور که شده این پسر ترشیده خودش رو به قول گیلکا امار جدخه. بله. یعنی یه جوری میخواد خلاصه به ما بندازه این رو. خب بله. آقا آخری خبری که به دست ما رسیده، اینها آمدن در اون لشکر محمد رسول الله است تو تهران، بهش لشکر میگن، نمیدونم چی میگن، یک سری جلسات عقیدتی گذاشتن با سخنرانی جناب آقای طائب. طائب که میدونید دیگه با جناب آقای مجتبی خامنه ای فقط دیگه لاف تشک هاست، روی یه ذره جداست دیگه، بقیه چیزا رو اونم من باید میتونم جدا باشه پیمان. آره خب این هم آره، این هم روش باید در مورد این هم باید صحبت بکنیم، چون مشتبه واقعا نمیتونست کاری بکنه، دختر حد داده برداشت برد انگلیس، خلاصه اونجا که ما نبودیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. دقیقا ازم به حضور شما میگن که الان چند جلسات عقیدتی میذارن تو همون محمد رسول الله و معاونت های عقیدتی رو برمیدارن میارن اونجا جمع میکنن که یه مشت آخوندن و جناب آقای طائب داره این مهندسی جدید سپاه رو به خورد اینها میده که اینها دوباره برن تو استانهای خودشون این رو اشاعه بدن و جا بندازن. موضوع چیه؟ میگن الان چند روزه ایشون در این جلساتی که برگزار شده و میاد صحبت میکنه، میگه ما میخواییم طرح اشل، بذارید من این رو از رو بخونم، آها، میخوان نسخه سعودی
نسخه سعودی جایگزینی مجتبی خامنه ای رو روی علی خامنه ای امتحان کنن. حالا نسخه سعودیش چیه؟ شما میدونید که بن سلمان الان تمام امور عربستان سعودی رو به دست گرفته، یعنی در واقع ایشون نخست وزیر هستن، پدرشون همه کارن، ولی خب پدرشون دیگه چون کهولت سن دارند و اینها الان بمیر یک ساعت ببینه، تمام مسئولیت ها رو دادن به بن سلمان. بن سلمان هم خدا وکیلی یک مدیر اجراییه، از زمانی که همین پدر فرماندار مدینه بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، این پسر مشاور اقتصادی پدر بود که الان دیگه شده ولیعهد و نمیدونم چی، که الان بهش تمام امور رو داده. اینها آمدن دیدن که واقعا بن سلمان عربستان رو از این رو به اون رو کرد، تمام مردم رو به طرف نمیدونم این پادشاهی کشوند و این همه دوست دارن اینها رو، گفتن چرا ما این کارو نکنیم؟ ما که آمدیم گفتیم که مجتبی رو یه شبه بکنیم رهبر، که همین الان هم دیگه بستر رو فراهم کردن با مهندسی کردن مجلس خبرگان و این طویله مجلس و اونایی که دلشون میخواست و بردن، همین الان هم میتونن فردا صبح رهبری بکنن، ولی رهبری که مشروعیت نداشته باشه که خب به درد میخوره. خب آمدن میخوان چیکار بکنن؟ میخوان این رو بیارن برای دوره بعد، یعنی 30 ماه الان از ریاست جمهوری این خاکبرسر 6 کلاس سواد گذشته، خب یه بس. چند ماه دیگه هم بیشتر نمونده دیگه که این 4 سالش تموم بشه، اینو برش دارن اینجوری که مهندسی کردن ببرن بذارن رئیس مجلس خبرگان، رئیسی رو آقای مجتبی رو از لپلوپ در بیارن و بکننش رئیس جمهور. و میدونید که در دورانی که رئیس جمهور وجود داشته باشه و رهبر یه بلایی سرش بیاد، تا تکلیف مشخص بشه، تصمیم های کلان گرفته بشه، میگن رئیس جمهور تو تمام امور رو به دست بگیر. بله. و از این بهتر دیگه چی؟ خب حالا میخوان این شخص رو بیارن یه 4 سال بهش مشروعیت بدن. و نکته جالب اینجاست که این گروه 6% که وارد طویله مجلس شدن، گفتن آقا ما چه بخوایم چه نخوایم، از این به بعد 6% مردم ما رو بیشتر نمیخواند و همراهی نمیکنن. شما مجتبی رو بیارید علم بکنید بگید میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، ما همین 6% بهش رأی میدیم، اعلام میکنیم مشارکت 41% دست خود ماست، این آقا بشه رئیس جمهور و بعدم بشه رهبر. حالا من نظر تو رو میخوام بدونم، این واقعا داستان یعنی چی؟ اینا آیا عقل خودشون رو خوردن؟ اینها چی فکر کردن که مردم آیا میذارن اینها به همین سادگی این سیرک مسخره رو ادامه بدن؟ قسمت واسطه درس بکنم که اینا که اصلا عقل ندارن، این یک دو، اگر میخوان خودشونو با بن سلمان، مثلا مجتبی رو میخوان با بن سلمان مقایسه بکنن، یک مقایسه بسیار به نظر من ناعادلانه ایه واقعا. چرا؟ بن سلمان به هر حال یک قدرتیه در دنیا، بن سلمان یک قدرت عجیب غریبی تو دنیا داره و در تمام دنیا هم قبولش دارن به هر تقدیر، حالا به خاطر پولشه، حالا به خاطر هر چی که هست، و انصافا هم در عربستان اصلاحات خیلی خوبی به راه انداخته. اگر بخوای بری عربستان رو ورق بزنی، عربستان 10 سال پیش تا الان اصلا یک داستانی به وجود اومده تو عربستان، یعنی مشروب الان آزاده در عربستان، خب و اصلا قابل مقایسه. مجتبی خامنه‌ای، مجتبی رو که بر تقدیر بایستی پیشینه حمام منصوری رو در واقع اونو چیز کرد، خاکش رو لایروبی کرد، کرم اونو در آورد که ببینیم که آقا پدر کرد تمام شد، پسر رو آورد اونجا و در واقع کار رو تمام کرد اون آقای متواری، آقای توسی. خدمت شما عرض بکنم که بله، بعید نیست که بخواد این کارو بکنن، بیان رئیس جمهورش بکنن. بعد از رئیس جمهور اون حرفی که زده بود باباش که آقا خون باید گریز، این آقا چیز دیگر میگریه در واقع، و این اصلا نظر کسی هم برای شما مهم نیست. شما حالا بگی 6%، شما بگو 1%، میارنش و میکننش مثلا تو پاچه من فرشاد میندازن مثلا آقا این رهبره. ولی من دیدگاه من بازم اینه که پیمان جان به اونجا نمیکشه و من فکر میکنم که تا به اونجا نرسیده اتفاقات بهتری میفته به نفع مردم، یعنی سیستم میچرخه به نفع مردم و اتفاقات به نظر من
بهتری میتونه بیفته، چون مشتبه خامنه ای همین الانش هم یه مافیاییه دیگه، مافیای کلاهبرداری، رانت، دزدی، اختلاس، همه چی تحت نظر مشتبه خامنه ایه دیگه. یعنی و خامنه ای که بغله مشتبه خامنه ایه که در واقع اون بغله رو داره آب میده. ولی خدمت شما عرض کنم که من نظرم اینه که مقایسه مشتبه خامنه ای با بن سلمان یک مقایسه اصلا واقعا نمیشه مقایسه کرد. من به نظر من اینه که اصلا نمیشه مثلا شما مثلا ژاپن رو با چه میدونم با کره شمالی که نمیتونی مقایسه بکنی. بن سلمان حالا نمیگم ژاپن بن سلمانه، نه بن سلمانم بالاخره داستانهای خودشو داره، اما بن سلمان خیلی مشهوریت در جهان داره. اتفاقا من میخواستم الان یه چند خطی در مورد ایشون بگم، بعد میخوام نظر شما رو بدونم که به نظر تو واکنش مردم چه خواهد بود. اینو بذارید بعد از اینکه من اینو خوندم شما بگید به نظر واکنش مردم در این خصوص چه خواهد بود اگر این اتفاق بیفته. محمد بن سلمان پس از تحصیل حقوق در دانشگاه ملک سعود ریاض از طریق پدر 81 ساله اش خیلی زود وارد چرخه قدرت شد. او در سال 2009 زمانی که ملک سلمان فرماندار ریاض بود، مشاور ویژه پدرش شد. زمانی که پادشاهی کنونی در سال 2012 ولیعهد شد، پسرش ریاست دیوان ولیعهد را بر عهده گرفت و سال 2015 هم با رسیدن پدر به قدرت وزیر مشاور و نیز رئیس شورای توسعه و اقتصاد شد، امری که از جمله برایش کنترل بر شرکت ملی نفت سعودی آرامکو را به ارمغان آورد. بن سلمان اسلام واقعی را دین میانه رو و کثرت‌گرا می‌داند که نسبت به همه ادیان و فرهنگ‌ها با عقاید مردمان دنیا گشوده است. وی جداسازی جنسیتی را بر خلاف سنت جامعه نبوی می‌داند که در آن مردان و زنان در جامعه مشارکت داشتند. او گفته است که بسیاری از تندروهای دینی عربستان پس از سال 1357 در اثر انقلاب ایران به وجود آمدند. او در مورد حجاب اجباری گفته است که زنها و مردها هر دو باید جامعه های سنگین بپوشند، ولی کسی نباید زنها را مجبور به پوشیدن نوع خاصی از لباس کند. آنها خود تشخیص میدهند چه نوع لباسی مناسب است. وی در سال 2016 از طریق مجلس اختیار دستگیری و بازجویی افراد را از کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان، یعنی همون گشت ارشاد عربستان، سلب کرد. از آن پس این کمیته فقط میتواند با مهربانی به افراد تذکر بدهد و در صورت ادامه تخلفات بزرگ مشخصات آنها را به پلیس گزارش کند. بن سلمان با ارائه چشمانداز 20C عربستان سعودی قصد خود برای بی‌نیاز کردن عربستان سعودی از درآمد نفت از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و استفاده از موقعیت استراتژیک جغرافیایی به عنوان پل بین سه قاره تا سال 20C را اعلام کرد. یعنی خدا وکیلی به نظر تو 1% مشتبه خامنه ای رو تو میتونی تو این چرخه ببینی که بخواد یه همچین کارایی رو بکنه؟ ببینید من از اولم، یعنی اول این بحث من خدمت درس کردم پیمان جان که مقایسه خیلی نابرابریه این مقایسه. برای اینکه خیلی ممنون که این متن رو خوندی. من حالا نمیخواستم، یعنی فکر میکردم فرصت نیست اینا، ولی خیلی خوب شد که اینو خوندی. من به همین جهت گفتم که بن سلمان کجا و مشتبه خامنه‌ای کجا. ممکنه هر دوتا ایدئولوژیشون اسلام باشه، ولی اسلام با اسلام فرق میکنه. آخه بن سلمان یک اسلام مدرن در واقع عربستان روی تغییر فاحش داد. همون آرامکوی که شما گفتی الان خوندی، بن سلمان با اون تونست خیلی کردیت بگیری از کل جهان، یعنی خیلی سرمایه گذاری ها کرد، خیلی صنعت ها رو آورد. خیلی ببین، عربستانی که فقط مصرف کننده بود الان شرکت آودی اونجا نمایندگی داره. خب اینو بن سلمان این کارو کرد. بن سلمان یک حالا یک اسلامی باسواده، یعنی و این خاصیت در مشتبه خامنه‌ای نیست، نمیتونه باشه. مشتبه خامنه‌ای یک یه چیز هرزی موری هرزی هستن، اصلا به درد نمیخوره. اصلا موری نیست که تو اونو با آچار ببر. خدمت شما عرض کنم که من نظرم اینه که اصلا همچی چیزی نشدنیه. نظر شما اینه که مردم نمیپذیرن؟ مردم نمیپذیرن، اصلا مردم اصل این داستان رو نمیپذیرن، بیسش رو نمیپذیرن. مردم دیگه به سمتی رفتن که حالشون به هم میخوره از اسم واژه خامنه ای. یعنی
من فکر میکنم در فردای آزاد ایران هر هموطنی که فامیلیش خامنه ای باشه، داریم دیگه، مثلا ممکنه یه هموطنی فامیلیش خامنه ای باشه، من فکر میکنم در فردای آزاد ایران مردم درخواست اینو داشته باشن. یارو بود میگفت من درخواست آب دارم، مردم درخواست اینو داشته باشن کسانی که اسمشون خامنه ایه بیان ثبت احوال فرم پر کنن، اپلای کنن که آقا خامنه ای رو بردارن. یعنی یک فوبیایی به خامنه ای مردم دارن، اصلا که مشتواشون باشه، چه سدعلیشون باشه، چه هر چیزی باشه، اصلا آخوند دیگه بایستی بره. آخوند اصلا آخوند، ببین به نظرم تو مسجد هم دیگه نباید آخوند باشه. آخوند یه موجود مخرب، موجود فسادزا، موجودی که باعث ایجاد رعب و وحشت میشه، موجود دروغگو، موجود اصلا هر چیزی که شما فکر کنید صفات بد رو در واقع در یک آخوند شما میتونی پیدا بکنی. و من مردم به هیچ وجه بر نمیتابن این قضیه رو که بیان حالا دوباره مشتبه خامنه‌ای رو در واقع قبول کنن. هر آن اصلاحی که بخواد به اصلاح نمیدونم، اول که اونا اصولگران، اگر اصلاحات یک چنینی هم مثلا مشابه بن سلمان اگر دستینش داشته باشه، باز هم مردم بر نمیتابن، به خاطر اینکه بن سلمان اون اصلاحاتی که کرد آرامکو پشتش بود و میتونست در واقع یک پیمان جان یک ایمیلی برای من از متا اومد، الان از متا، شرکت متا، یک ایمیلی الان برام نوتیفیکیشن اومد که شما تحت ریپورت هستی، همین الان که دارم با شما صحبت. یعنی بله، لعنت بر رژیم جنایتکار آخونده که چشم دیدن مخالفین خودش رو نداره. ما 45 سال شما رو تحمل کردیم، شما 45 دقیقه نتونستید ما رو تحمل بکنید. به کوری چشم شما ما از این به بعد این برنامه رو خواهیم داشت، با دیگر دوستان خواهیم داشت. فرشاد، من فقط می‌خواستم آخر برنامه، به خاطر اینکه در برنامه رو فانش تمومش بکنیم و اینها، می‌خواستم نظرتو در مورد این فیلم‌هایی که رادیو گیلان تو این ایام مختلف از محرم تا همین هفته گذشته انتخابات، لنگایی بالا بودن، ستون بقرات نمیدونم حزب الله و فلان، نظر چی بود؟ آیا تاثیر خوبی بر طرز تفکر مردم و جریان فکریشون گذاشت در این مبارزه انقلاب زن زندگی آزادی؟ بله پیمان جان، این بسیار بسیار تاثیرگذار بود. یعنی تأثیری که این فیلمای جابیج مسئولین داشت واقعا، یعنی بمب اتم در هیروشیما نداشت. یعنی اینو من میخوام بهت بگم، یک دست مریضات من بهت میگم، و آره من هم به دنبال این ماجرا، من هم اون ویدیوهایی که شما منتشر میکردید برمیداشتم، دست مایه درست میکردم، طنز درست میکردم، تو کانال خودم منتشر میدادم و خدمت شما هستم. بله اصلا یعنی that's it, very good. یعنی اصلا خیلی عالی بود، برای اینکه اینو میگن نقطه زنی. و جمهوری اسلامی به شدت اسیر زیر شکمشونن. خب اسیر زیر شکمشونن، یعنی از زیر ناف به پایین خودشون اختیارشو ندارن، متوجهی؟ و آن فیلمی که شما چند روز پیش منتشر کردی مال دادگستری بود، آقایی که چیز بود تو ماشین ببین این مرد انقدر حبل بود که دکمه روپوش رو نمیتونست باز بکنه، ای خدا تو شاهدی دکمه روپوش. من چند بار اینو بازبینی کردم با دوستان که ببین، بچه ها گفتن آقا بیا پایین بیا پایین، دکمه پایینه. یعنی این دکمه، کسی که دکمه روپوش رو نمیتونه باز کنه، وای به حال اون مرحله‌ای که به سوتی هم برسه خیلی مشکل خواهد داشت. و تو به نظر من با این کار یعنی اینا رو نابود کردی و دمت گرم. این یک پیروزی بزرگ واقعا پیمان عزیز، یک پیروزی بزرگ و اصلا یعنی یک انقلابی به وجود آوردی که دیگه ببین من نگاه کن اصلا یک چیز عجیب. به منم فیلم هایی میرسه، خب به منم یک سری فیلم ها میرسه، منتهای مرتب همون فیلم ها بعدش به تو میرسه و تو من میبینم که داری میذاری و اینا فلان، دیگه ما میایم از کانال تو بر میداریم اونو بازنشر میکنیم، متوجهی؟ خدمت شما عرض کنم که با سقطی که شروع کردی،
این شما که 10 سال شروع کردید، ولی با سقطی یعنی واقعا بمان. من یک خاطره اجازه دارم بگم از سقطی. بله بله بله. من یک در اون موقع که تو رشت بودم با آقای علی حلبی کار میکردم، شما میشناسی ایشونو. با آقای حلبی کار میکردم و سر یک سریالی بودیم به نام جایزه یک، داشتیم فیلم برداری میکردیم. من اون موقع ممنوع التصویر شده بودم، علی علوی رفت اونجا ریش گرو گذاشت، آقای اسم رئیس حراستش الان یادم رفت، اون یک مرد سیاه چرده لاغر بود، علیزاده. آها، اون به من گفتش که آقا اگه تعهد میدی که دیگه حرفای مثبت 18 نزنی تو سریال جایزه میتونی بازی بکنی. من اون موقع یه پروژه داشتم به نام گیلار تو در شبکه باران که من اومدم همون روز اول دوباره یه کاری کردم که بازم من ملتصویر شدم. حالا چی کار کردم؟ من اومدم به رب گوجه شده بود، یادمه که رب گوجه رسیده بود به 15,000 تومان، الان که دیگه نمیدونم چنده، خیلی گرونه الان. رب گوجه شده بود 15,000 تومان. من اومدم استوری گرفتم گفتم خانم آقایان درود بر شما، آدم برای اینکه یه دونه رب گوجه بخره باید یک رب تعامل بکنه، برای اینکه یه رب بخری یه رب تعامل بکنی. اینو من استوری گذاشتم، رضا سقطی به من زنگ زد. حالا من در مرحله‌ای بودم که میخواستم از اداره ارشاد مجوز بگیرم که در مجتمع خاتم الانبیا استنداپ کمدی اجرا بکنم. از من یه سی دی گرفته بودن که تو چی میخوای اجرا بکنی، میدونی که نمونه کار میگرفتن که باید همونو اونجا اجرا میکردی. که من رضا سقطی به من زنگ زد گفت آقای عاشور. گفتم بله. گفت چیه گذاشتی فلا اینا؟ گفتم خب طنز شوخی. گفت مرد حسابی، خانواده معظم شهدا دارن نگاه میکنن، ایثارگرا دارن نگاه میکنن، خانواده هایی که جان دادن در مسیر انقلاب دارن نگاه میکنن تو رو. من برادر شهید نیستم اگر تو رو نابود نکنم. اون موقع مدیر کل نبود، درسته؟ مدیر کل نبود، مشاور بود. آره. گفت من فلان کس نیستم اگر من رضا سعدی. گفتم آقا تو چون مثل اینکه خیلی بهت برخورده، حالا من این پستو میریم برمیداریم. گفت نه، تو باید این پستو برداری و یک استوری بذاری از ملت شریف ایران عذرخواهی بکنی. گفتم من این کارو نمی کنم. تلفن رو برداشت، زنگ زد به علی علوی، گفت اگر این توی پروژه تو باشه من نمیذارم فیلمت بره رو آنتن، سریال بره رو آنتن. زنگ زد به آقای به نام گلباقی بود، اگر بشناسی، گلباقی نامی بود. آره، در صدا و سیمای گیلان. اون به من زنگ زد گفت آقا فرشاد تو چیکار کردی؟ گفتم آقا من که میدونی از 7 دولت آزادم. گفت آقا تو دیگه اصلا یعنی خداحافظ. اون موقع من تو رادیو هم بودم. گفت تو رادیو هم نمیذارم باشی. من اون زمان در رادیو ایران بودم، برنامه صبح جمعه با شما با آقای ساجد قدوسیان در تهران، که زنگ میزنم اونجا منو ممنوع الصدا هم میکنن. همین آقای رضا سقطی فردایش من بهش زنگ زدم. خب من کار میکردم، پول میگرفتم، منبع درآمدی نداشتم. خب بهش زنگ زدم گفتم آقا من اگر این استوری رو بردارم تو حل میشه؟ گفت آقا تو هنوز یعنی بر نداشتی؟ گفتم نه بر نداشتم. گفت نه تو باید برداری، عذرخواهی هم بکنی. که من این کارو نکردم، رفتم مسافرکشی کردم رشت به تهران. یعنی همین هم باعث شد که من که رشتم سینما و تئاتر بود، خونده بودم، رفتم مسافرکش شدم رشت به تهران. الان گاهن که لایو میذارم بعضیا که مسافر من بودن متوجه میان میگن که آقا فرشاد یادت رفته مسافرکشی میکردی؟ میگم نه من یادم نرفته، من با افتخار مسافرکشی کردم، ولی من به خاطر اینکه رو موازه خودم موندم رفتم مسافرکشی کردم. همین آقای رضا سقطی باعث شد دیگه به من مجوز ندن. من داشتم با داریوش فرزیایی در پردیس سینمایی باغ کتاب آنفورن، داریوش فرزیایی، من داشتم با داریوش فرزیایی یک پلنی چیده بودم که در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران یک کار مشترک بکنیم، کودک و اولیای کودک. خب یک کار مشترک بود. زنگ زد تهران، مجوز منو اونجا هم باطل کرد، مجوز منو از همه جا باطل کرد. همون مقطع آقای حامد آهنگی یهو مجوز گرفت. من نفهمیدم حامد آهنگی چطور مجوز گرفت. این فیلمی که شما پخش کردین، من پی به داستان بردم که من چرا مجوز نگرفتم و حامد آهنگی مجوز گرفت. آره این اینجوری بود، اینجوری بود. این خاطره ای بود می‌خواستم بگم. و وقتی
هم فیلمش رو دیدی تحت تاثیر قرار گرفتی درست؟ واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یک حالت روحانی داشت واقعا. اون حالتی که میگه همیشه میگه شاهاب سنگینا، اینو بگو دیگه، برنامه امشب رو یه خدافظی هم داشته باشیم، برنامه امشب رو تموم. شما همیشه میگم که آقا ما داغانیم، داغان یعنی ما را نگاه داغانیم، ما جفت بود شاهاب سنگ بیا بخور به زمین. البته قربانت، مرسی که منو دعوت کردی. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب ما در خدمت شما بودیم و دعوت منو پذیرفتی. البته بینندگان عزیز توجه داشته باشید، ما چون این برنامه دو قسمت شد، ما سعی میکنیم که امشب و فردا اینو منتشرش بکنیم دیگه، یک شب نمیشه اینو حالا وصلش کنیم یه برنامه مثلا یکی دو ساعته بریم، نه اینو تو دو شب پخش میکنیم. فکر کنم خیلی جالبه، با دو تا موضوع مختلف میریم. من شیمی جانر بی میرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم من هم فرشاد عزیز در خدمت شما عزیزان بیننده بودیم. فرشاد جان از شما ممنونم. البته ما با هم یه هماهنگی میکنیم برای این شبای عید هم بتونیم یه چند تا برنامه فان رو داشته باشیم که یه ذره بتونیم خلاصه اوقات مردم رو خوش بکنیم در این ساحات منتظر سال جدید. خیلی خوشحال شدم، مراقب خودتون باشید، همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدای قربانت بمان شاد. منم همچنین برای همه آرزوی سلامتی دارم. یه بیت کوتاه من شعر بخونم. خودم کمتر از تو نفس میکشم که سهم هوامو ببخشم به تو، تو حرف زیادی داری با خدا بگو تا خدامو ببخشم به تو. دمت گرم، میبوسمت. درود شرف شما، شب شما بخیر. شب شما بخیر.